بعضی ها برای این باورن که در حکومت دینی نه اندیشه رشد میکند و نه انسان آزاد است از چهارچوبه حرف هایی که به نام خدا مطرح شده و یا ثبت شده تا را فراتر بگذارد. شاید از این دیدگاست، شاید بدین علت که فیلسوفان و روشنفکران و اندیشه وران در جهان امروز با مذهبیون و یا حتی با مکاتب مذهبی و با فیلسوفان مذهبی مشکل دارن و بنابراین اونجایی که حرفهای ظالمانه ای مطرح میشه و قوانین ظالمانه ای مطرح شده در جهان با مهر خدایان، پاره از فیلسوفان و اصلاح طلبان جامعه تا اونجا پیش میرن که اساساً وجود خدایان رو انکار میکنن و به صراحت اعلام میکنن که گویا مردم و دیگران بیخبرند که خدایان مردند. اما بحثر مفهوم روشنفکر هست و رسالت روشنفکر و اینکه در حکومت چه کسانی لیاقت و شایستگی دارن، یه بحث در کار رسانه‌ای چه آدم‌هایی با چه دیدهایی باید اجازه داشته باشن که برای مردم صحبت کنن. من فکر می‌کنم که برای هر کاری یک مسئولیت و تعهدی لازمه. من به دیگران کاری ندارم، خود بنده رو، خود من رو اون موضوع قرار میدم. از خودم سوال میکنم که اگر چیزی برای گفتن ندارم وقت مردم رو تلف نکنم و بهتر از حرفای تکراری هم دوری کنم، حرفای گفته شده بارها و بارها. یه بخشی از به اصطلاح کار من و برنامه من سایکولوژی و سایکولوژی آف ریلیجن، سایکولوژی مذهب، مطالعات مردم شناسی و جامعه شناسی و روان شناسی فقط در حوزه مطالعه روی رفتار، شخصیت، کارایی فکری، عقب ماندگی به اصطلاح ذهنی متمرکز نمیشه. امروز علم روانشناسی در بسیاری از رشته‌ها نفوذ گذاشته، نفوذ خودش رو نشون داده. در علم صنعت یه متخصص روانشناسی صنعتی هستن که کمک کنن که چگونه میشه از کارگران تولید بیشتری گرفت و چگونه میشه در تولید و در فروش و در پرودکشن و محصولات با توجه به مسائل روانشناختی به اصطلاح با موفقیت روبرو بود. شاید در دنیای معاصر رشته های مختلف روانشناسی که باش روبرو هستیم، مثل روانشناسی کودک، روانشناسی شناخت ناهنجاری ها یا ابنورمال سایکولوژی، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی تربیتی، در بیان و نوشتار بسیاری از روانشناسان معاصر وقتی که در انگیزه رفتار و شخصیت و شخصیت اجتماعی و تأثیرات فرهنگ و ارزش‌های اجتماع در شخصیت و رفتار روانشناسان مطالعه میکنن، یه بخشی از به اصطلاح تأثیرات جامعه تأثیر باورهای دینی است، اعتقاد به خدا داشتن یا نداشتن، یا تأثیرات مذهب در رفتار انسان. یکی دو تا از روانکاوان معاصر از جمله اریک فرام
بر این باوره که مفهومی و یا کانسپتی به نام خدا یک تصور فراانسانی در انسان که طراحیش در شعور انسان آغاز شده، از شعور انسان آغاز شده و انسان میکوشد تا پرواز کند و تبدیل شود در جریان پرواز و حرکت و تکامل از لحاظ روحانی، از لحاظ تفکر دینی چیزی شبیه خدایان شود. یا آیا چیزی به نام خدایان وجود داره یا اینکه در انسان تصور و تصوراتی از فرا انسان ملحوظه که انسان میکوشد تا به اون مرحله برسه یا به اون مرحله نزدیک بشه یا به شباهت اونها باشه. خب آقای یونگ، کارل یوستاف یونگ، یک روانکاو بزرگ معاصر، با استاد و رفیقش آقای زیگموند فروید اختلاف نظر. آقای زیگموند فروید به طور کلی یک آدم لامذهبه و مذهب و مذهبی بودن روی بیماری میدونه و معتقده که باورهای خرافی در حقیقت شعور انسان رو در سطح پایین نگه میداره و در افراد مذهبی در مثلا در زمین متحرات یک شخصیت ابسشنال و وسواسی میده که البته در این مورد دروغ هم نمیگه. اما در زمینه درمان و شیوه درمان و راههایی که انسان برای رسیدن به آرامش پیدا میکنه با زیگموند فروید، با کارل یوستاف یونگ اختلاف نظر دارم. سر جزئیاتش وارد نمیشیم. آقای یونگ معتقده که انسان به گونه ای ارتباط داره با کهن الگوهای باستانی و این مسئله کهن الگوهای باستانی یه بحث بسیار پیچیده است در کلکتیو آنکانشس یا روانشناسی جمعی و یا روانشناسی قومی که تأثیرات فرهنگ یک جامعه در ساختار شخصیت و ویژگی های روحی تا چه اندازه مؤثره. از این مرحله میایم بیرون. ما در زمینه به اصطلاح تأثیر سخنان مذهبیون یا حکومتگران مذهبی رو یا افرادی که از کانال مذهب کوشش کردن مردم رو وعظ کنن، برای مردم سخنرانی کنن، تأثیرات سخنان اونها رو از دیدگاه روانشناسی مورد بررسی قرار دادیم. در این قاب اینجا سوال انگیزه که شما در یک جامعه به اصطلاح که دارای تمدن و پیشرفت بوده در اثر تهاجم فرهنگی یا هجوم قومی به قوم دیگر باورهای ما رو به اصطلاح یا باورهای ایرانی رو زیر رو میکنن و باورهای جدید رو جانشین میکنن. اما در بین این جامعه در حقیقت تأثیرات و رسوبات فرهنگ باستانی کاملا به چشم میخوره. یه مثال خیلی روشنی براتون میزنم. پریشب در یکی از مجالس به اصطلاح ترحیم و مجلس خطبه بانوی که خانوادهش منبود از خانواده به اصطلاح بالایی بودن، آدم های تحصیل کرده، دسته های گلی رو در این سالن قرار داده بودن و نه خیلی درباره مسائل مذهبی صحبت کردن، نه آیاتی از قرآن پخش کردن به اون صورت، نه ملای آمد نمیدونم شروع کنه حرفای تکراری رو زدن. پسر اون فردی که مثلا ابدیت پیوسته بود اومد، خاطراتی از مادرش تعریف کرد، دخترش هم چنین، خانوادش، و بسیار مجلس پر رونقی بود و پر محتوا و پر محبت. من فکر میکردم که فضای این سالن
یه فضای ارتباطات ایرانی بود، یعنی فرهنگ ایرانی در اونجا بیشتر به چشم می‌خورد تا فرهنگ دینی و بسیار هم چشمگیر بود. اما در این سالن تابلوهای بسیار زیادی بود از آثار ایران باستان، تخت جمشید، آرامگاه حافظ، مجسمه فردوسی و روی هم رفته. اطراف دیوار این سالن رو عکس های بسیار زیبا و جالبی از ایران، از ساختمان های باستانی ایران مزین شده. اما در روبروی این در تارک این سالن دو تا تابلو بود. یک تابلو بود که به اصطلاح استوانه کوروش رو گذاشته بود و لوحه آزادی کوروش و فرمان کوروش که در حقیقت رپرزنت کننده فرهنگ ایران، فرهنگ ایران باستان قبل از حمله عرب که هنوز هم در تاریخ جهان مسئله فرمان کوروش، آزادی کوروش، آزاد اندیشی کوروش، آزاد اندیش بودن افراد در زیر حکومت چنین مرد دموکراتی در تاریخ جهان باعث افتخارات ایرانی است و من هم به عنوان ایرانی افتخار میکنم. اما اون طرف یک تابلوی دیگری بود از آخرین آیه سوره قلم، و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین. آقای بازرگان در یکی از این گفتگوها گفتم دریغا که ما بخشی از خرافات رو اتفاقا به وسیله کتاب آسمانی، یعنی ایرادی که منتقدین میگیرن، چشم زخ یک عقیده خرافی است و آیا خداوند میتونه یه آدم خرافی باشه و یا حرفای خرافی در کتابش مطرح باشه؟ کتابشون پاسخی رو داد که وارد این بحث نمیشه. ولی دو تابلو نماینده دو فرهنگ، فرهنگ ایران باستان و فرهنگ هویت دینی ها. امروز ما هنوز بعد از 1400 سال حمله عرب به ایران و با این حکومتی که امروز در حقیقت پروندش و برنامهش و عملکردش برای همه روشن هست، یک سوال در پیش روی همه قرار میگیره که آیا با مذهب و یا با مبانی دینی می شود یک حکومت دموکراسی برقرار کرد؟ آیا حکومت دموکراسی با مبانی دینی مبایرتی نداره؟ آقای علی شریعتی خیلی جالبی که ای کاش این مرد زنده بود و امروز این نوارش رو گوش میکرد که آیا هنوز هم بر این عقیده است که روشنفکر و انگیزه این که روشنفکران از مذهب گریزند یا مذهب گریز هستند و یا از باورهای دینی فاصله دارند، این فقط محصول موقعیت اجتماعی و جامعه شناختی به قول ایشون اروپا بوده، یا که اگر امروز هم ایشون زنده بودن و کارنامه جمهوری اسلامی رو به دقت ورق می‌زدن باور می‌کردن که فرق نمی‌کنه در هر حکومت مذهبی مخالفان حکومت مذهبی ناگزیر روشنفکرانی هستن که از مذهب گریزانن. اما از مذهب گریزان بودن و از حکومت مذهبی فرار کردن لزوما نیست که به باورهای مردم توهین بشه یا توهین کنیم. ما در حقیقت یک وظیفه داریم در ارتباط با احترام، در یک احترام به باورهای مردم، اما اشاعه دادن خرافات مردم و باورهای مردم در امور سیاسی و در قانون اساسی سوال انگیزه. ما
من به جایی که کتاب این آقای بسلا شریعتی رو بخونم یه بخش از صداش رو پخش میکنم، گوش کنید. در تعریف روشنفکر ایشون میخواد بگه که روشنفکر جهان سومی ادای روشنفکر اروپایی رو میخواد در بیاره، بدون که بفهمی که چرا روشنفکر اروپایی مذهب گریزه. ایشون معتقده که در جامعه اسلامی روشنفکر اتفاقا میبایستی مذهبی باشه. من خواهش کنم اتاق فرمان تصویر آقای شریعتی رو بذارن. این روشن فکر و خصوصیات روشن فکر در اروپا که یک مسئله دیگه عرض میکنم، چون این اساس حرفی است که باید بزنم. روشن فکر در اروپا در قرن 17 وجود میاد، در شرایطی که اروپا فئودالیه و حکومت مذهب به نام حکومت سزار به نام مذهب بر همه حاکم. بنابراین ضد مذهب میشه طبقه روشن فکر اروپایی یا غیر مذهبی میشه، به خاطر اینکه از زیر تسلط جابرانه استبداد روحانی، این اصطلاح مال مرحوم محمد حسین نائینیه، بزرگترین عالم یا یکی از بزرگترین علمای ما در دوره مشروطه است، استبداد روحانی بزرگترین و بهترین اصطلاح برای بیان این شکل حکومتی است که ما در قرون وسطا میشناسیم، استبداد روحانی. غیر مذهبی میشه به خاطر اینکه نجات پیدا کنه، آزاد بشه از استبداد روحانی قرون وسطایی، مخالف با خدا و خداپرستی نوع کلیسا و پاپی میشه، به خاطر اینکه اون خدایی که پاپ معرفی میکنه بزرگترین نگهبان اشرافیته و به اونا عزت میده و به دیگران ذلت میده. مخالف با اعلام حکومت دموکراسی میکنه به خاطر اینکه حکومت پاپ ره که حکومت اشرافیه ضعیف کنه. ناسیونالیسم میشه به خاطر اینکه جهان وطنی پاپ ره ضعیف کنه. با آزادی مطلق اندیشه علمی معتقده و به مادیت علم معتقد میشه به خاطر اینکه به نام معنویت دستگاه کلیسا علم و اندیشه را از خدمت زندگی مرخص کرده بود و به خدمت دستگاه خودش استخدام کرده بود. میبینیم همه این خصوصیاتی که طبقه روشن فکر در اروپا میسازه معلول منطقی و درست شرایطی است که به وجود آمده، معلول منطقی و عقلی اوضاع و احوالی است که بر اروپا حکومت میکرده و بنابراین همه این خصوصیات منطقی زائیده شرایط تاریخی که در قرن 16 و 17 طبقه روشن فکر باش برخورد داشت و درش شکل گرفت و بعد این خصوصیات رو یافت و بعد در قرن 19 در اثر تماس با کشورهای شرقی من جمله کشورهای اسلامی طبقه روشنفکر اروپایی که به اوج خودش رسیده بود از لحاظ تکامل خصوصیات خودش رو داد به یک طبقه‌ای به نام روشنفکر در جامعه اسلامی در جامعه شرقی. همه این خصوصیات رو داد و گروه روشنفکر جامعه های شرقی و جامعه های اسلامی همه این خصوصیات رو گرفت، اما هیچ یک از این خصوصیات پیدایشش در جامعه اسلامی و در طبقه روشن فکر جامعه شرقی و به خصوص جامعه اسلامی منطقی نبود. چرا؟ برای که گفتم اون خصوصیات زائیده شرایط عینی جامعه شناسی و مذهبی و تاریخی اروپا بود. ملاحظه بفرمایید وقتی یه بچه آخوند اروپا میره و من نمیدونم رشته جامعه شناسی میخونه، من در تمام صحبتشون اصلا هیچگاه دیدگاه جامعه شناسی ندیدم، در همه چی صحبت میکنه
در زمینه مسائل فلسفی صحبت میکنه، مسائل اقتصادی صحبت میکنه. عنوان کتاب یه چیزی دیگه است، عنوان مقاله یه چیزی دیگه است، ولی هر چی به ذهنش میاد در حقیقت برای شستشو دادن ذهنیت جوانانی که متاسفانه اونها هم از لحاظ بینش دچار خلع هستن، از مذهب سنتی گریزانن، از آخوند گریزانن، اما دنبال یه آخوند فکولی میرن. بنابراین آقای شریعتی وقتی که وارد ایران میشه در حسینی ارشاد براش به فرش قرمز فهم میکنن، آقای مطهری میناچی و در یک مقاله خوندم که اینها دعوت میکنن ایشون رو که بیام سخنرانی کنم، بعدم که ایشون طرفدار پیدا میکنه باش کامپیت پیدا میکنن، اختلاف پیدا میکنن و روحانیون با ایشون مخالفت میکنن، اما در اینجا ساواک ایشون رو حمایت میکنن. پس مسئله خود نقش ساواک در فروپاشی رژیم شاه، نقش ساواک در آمدن به اصطلاح حکومت مذهبی به انسان این رو، یعنی به یک آدم آگاه که اهل مطالعات سیاسی است، این حقیقت رو میگه که بخشی از وزارت اطلاعات، در حقیقت ظاهرن اسمش هست وزارت اطلاعات، ولی یه بخشش مطالعاتی است روی جامعه که جوری جامعه رو آماده کنه که حکومت اسلامی در ایران مستقر بشه. جای دوری نریم. هنوز شاه در که ایران بود در سال 1977 و من در سال 1978 در تگزاس بودم و آقای ابراهیم یزدی ایشون در یک بیمارستان به نام ویترنز هاسپیتال، بیمارستان نظامی، توی آزمایشگاه کار میکرد و من دوران پرکتیکوم و انترنی رو در بخش سایکیاتریک و سایکولوژی بیمارستان و بیمارستان میگذروندم. آشنایی ما با ایشون از اونجا آغاز شد و در منزلش رفت آمدهایی بود، کوشش میگرد دانشجویانی که مقداری زمینه‌های مذهبی دارن اینا رو به طرف خودش جلب کنه، انجمن نمیدونم مسلمانان شمال آمریکا و جنوب آمریکا رو انداخته بود و با برنامه‌ریزی جلو میره. و یه روز من دیدم ایشون غیبش زده، از دختری سوال کردم که بابا کجاست، گفت ایشون رفتن نجف. من فکر میکردم که یه دکتر داروساز نجف چی کار داره. تا بعدها بنده ایشون رو ملاقات کردم با آقای ریچارد کاتم. آقای ریچارد کاتم متخصص به اصطلاح خاورمیانه و به خصوص مسائل مربوط به ایران بودن اون موقع که مردن الان، و بنا به گفتار متخصصانشون طراح 28 مرداد بودن و طراح 57 و در حقیقت یکی از مشاورانی بودن که به آمریکا و غرب آگاهی می‌دادن که ما چیکار کنیم در ایران که رژیم بعدی بعد از شاه همین منافع ما رو تأمین کنه، همین ما بتونیم در حقیقت از منابع زیرزمینی این مملکت استفاده کنیم و همین از نفوذ کمونیست جلوگیری بشه. یعنی روسیه با زمینهای روشنفکران چپ در ایران احساس خطری بود برای غرب. به همین دلیل در آغاز گوتای 28 مرداد یا نمی‌دونم اختلافی که بین شاه و مصدق بود، در آغاز گروهی معتقد بودن که ما باید مصدق رو به عنوان یک نیروی ملی حمایت کنیم در مقابل حزب توده، و گروهی معتقد بودن که مصدق اون کارایی که کنترل حزب توده رو به عهده بگیره نداره، و در این حیث بیس بالاخره به این نتیجه گرفتن که بهتره که شاه رو دوباره حمایت کنن و برگردونن و این کار کردن. من وارد مسائل سیاسی نمیشم، برمیگردم که موضع غرب در زمینه بعد از شاه چه کسی. اینا همیشه بین متخصصین صحبت بود که بعد از شاه چه نوع حکومتی و یا چه فردی. صحبت سر این بود که برن سراغ ملی‌گرایان، ولی بخشی از ملی‌گرایان رو میگفتن اینها با چپ منحوس شدن و روشون نمیشه حساب کرد. دنبال مذهبیون بودن، مذهبیون هم اون کارایی حکومت کردن رو نداشتن. ناچار
برنامه شون بود که سراغ اینا رو در لانه جاسوسی که منتشر شد اسامیری که آمریکا و انگلیس روش کار میکرد که سراغ چه آدمایی برن که حکومت رو مثلا آماده کنن برای حکومت اسلام کاملا مشخصه. از جمله آقای توی این مثلا لیستشون آقای مهدی بازرگان بود، ولی به معنای این بود که بازرگان آدم وطن پرستی بود، ولی در حقیقت از وجودش استفاده میکردن یا باید استفاده میکردن برن سراغ ملی مذهبی ها. و بعدم که خب خود خمینی اومد همه رو کنار گذاشت، گفته بود که من نمیرم، نمیدونم نمیام تهران و در حکومت دخالتی ندارم، اما آمد و تمام قدرت رو در دست گرفت و امروز ببینیم چه خبره. مسئله ولایت فقیه یکی از مندرآوردی های این جناب هست که در ایران هیچ کس جرأت نداره که مخالفتی به ولایت فقیه کنه، چون ولایت فقیه یعنی به قول حکومت مخالفت با قانون خداوند. در حالی که در هفته گذشته ما با توجه به آیه قرآن و شأن نزول اون آیه که آیه خمینی بهش اشاره کرده و از اون آیه استفاده میکنه برای مشروعیت بخشیدن به ولایت فقیه، با جناب بازرگان بحث و گفتگو داشتیم. اتفاقا بعد نیست یک نکته ای را اینجا به بینندگان عزیز من توضیح بدم. اگر من سراغ کتاب‌های مذهبی میرم، لزوم این نیست که فکر کنید حالا مرتجع شدم دارم میرم زیر بار مذهب و نمیدونم افکار دینی. مردم ایران مذهبی هم خیلی، بنابراین من بر این باورم که یک روشن فکر در جامعه مذهبی خیلی نباید فاصله داشته باشه با مردمش، حداقل اگر نمیخواد پشت سر مردم باشه نباید خیلی فاصله با مردم داشته باشه، ولی لااقل با مردم باید باشه و با باورهای مردم آشنا باشه. جناب آقای شریعتی بعد یه مقداری وقتی که ساواک حمایت کرد ایشون رو که حرفاش رو بزنه و در حقیقت روشن فکران رو از روشن فکر چپ تبدیل کنه به روشن فکر مذهبی، برابر این مسئله گاهی اوقات هم برای به اصطلاح فضل فروشی یا اینکه بگه من آشنایی دارم با فلسفه نمیدونم مارکس، هگل و نمیدونم ارزش اضافی رو میدونم و در گفتارش یه جوری وانمود کرد که بنده فلسفه کارل مارکس رو خوب میدونم، کاپیتال رو میدونم، اشاراتی هم میکرد با توجه به صحبت نمیدونم توریستین های چپ، گاهی اوقات استفاده کردن از حرف های ژان پل سارت یا فانون یا این فیلسوف و آن فیلسوف، یه مقداری به اصطلاح صحبت‌هاش رو پرتمطراق می‌کرد، ولی اونهایی که اهل مطالعه بودن متوجه این مسائل عوام‌فریبی بودن. البته نمی‌دونم، شاید واقعا اون نیتش یه نیت خیرخواهانه بوده، می‌خواست جا نمی‌دونم به گمان خودش بتونه آلترناتیو باشه برای جوان‌ها، ولی نتیجه استدلال‌های غلط این مرد و روانشناسی گفتار این مرد قبل از انقلاب در حقیقت گروهی از چپ‌ها رو به طرف مارکسیست اسلامی مثلا هدایت کرد و بعدها این مارکسیست‌های اسلامی در حقیقت بازوهای خمینی شدند و در آغاز انقلاب در حقیقت این گروه بودند که خوش باورانه به امید حکومت اسلامی که حکومتی است عدالت خواهانه پیشرو نمیدونم در حکومت اسلامی در جامعه اسلامی به قول آقای شریعتی روشن فکر نمیتونه خدای ناباور باشه، نمیتونه به اصطلاح لا مذهب باشه، نمیتونه ضد مذهب باشه. ولی بنده بر این باورم اگر جناب آقای علی شریعتی امروز زنده بود و این نوارشو گوش میکرد و کارنامه جمهوری اسلامی رو میدید، میبایستی حرفاش رو پس بگیره، از مردم عذرخواهی کنه و بگه من اشتباه کردم. یه آدمی که میاد پشت این میکروفون میشینه باید مقدار آینده نگر باشه،
ما بینیم در این رسانه ها همش غر میزنن و روزه های سیاسی میخونن، ای امروز اینجوری کرد، در نمیدونم زلزله آقا اونجوری کرد. خب سوال این است که اگر تو به جای آقا بودی چی میکردی؟ اگر امروز جمهوری اسلامی رفت آلترناتیو چی است؟ آمریکا میگفت و انگلیس میگفت بعد از شاه یک حکومت مذهبی برای کنترل چپ، کاری که در توطئه‌هایی که در افغانستان به کار بردن بعد از اینکه حکومت سوسیالیستی روی کار آمد، ببین چه آشوبی آمریکا را انداخت. داخل یه مشت مردمان برهنه و پاپتی آخرین سلاح‌ها رو میداد برای فروغ انداختن هلیکوپترهای روسی. یعنی در حقیقت غرب به منافع خودش میاندیشه. ببین سرنوشت ملت افغانستان به کجا داره کشیده میشه، سرنوشت ملت عراق، سرنوشت ملت سوریه. و اساساً یکی سوال نمی‌کنه از آمریکا، آقا شما در غرب چی می‌کنید؟ به چه کار دارید به کشور اسلامی؟ به چه کار دارید به کشور عراق؟ ولی در این حال کار دارن دیگه. اما روشنفکران جامعه جهان سوم حداقل باید به نسل‌های امروز و فردا هشدار بدن که خب بعد از حکومت جمهوری اسلامی کی و چی؟ اون قانون اساسی که باید ضامن دموکراسی و آزاد اندیشی و آزاد بودن جامعه ایرانی داشته باشه، تضمین کنه یک حکومت دموکراسی رو در ایران، کدام قانون اساسی است و چه کسی توانایی این رو داره که بتونه در حقیقت بعد از این نظام نظامی رو پایه‌ریزی کنه و به آینده ایران هم بیاندیشه، به موقعیت جهانی ایران در تاریخ هم نگاه کنه و آگاهی کامل داشته. من تا حالا ندیدم. بنابراین مسئله این که بعد از این حکومت چه کسی، همه میدونن خب حکومت باید بره، ولی حکومت مذهبی در جهان و پروانه خوبی نداشته، جای دور نمیدونه. حتی در حکومت‌های خلفا شما فکر میکنید که آیا علی علیه السلام پیشوای مسلمین در دوران خلافتش خلیفه به اصطلاح موفقی بود؟ در تمام دوران خلافت علی ابن ابی طالب، تمام وقت علی ابن ابی طالب به کشتار داخلی و جنگ های سیویل رایت، در حقیقت جنگ داخلی گذشت، هزاران هزار نفر از دم تیغ گذراندن و ما تیغکشان حکومت رو، تیغکشان اسلام رو در بین خلفا اونها رو آمدیم در کنار اولویت خداوندی قرار دادیم، اونها رو همای رحمت میخونیم. جامعه‌ای که در حقیقت تیغ کشانی که به قول مولانا در راه حق تیغ کشیدن، اینا همای رحمت هستن، نیاز هست که در بافت فکریش و اندیشش و شعور دینیش یک تجدید نظر کلی به عمل بیاد. بنابراین شریعتی نه توانایی داشت، نه شعور اینی داشت، نه این آگاهی رو داشت که به آینده نگری یک حکومت مذهبی و حکومت اسلامی نگاه کنه. او فکر میکرد که فقط روشنفکران اروپایی هستند، اونم با استدلالاتی که میاره، آدمی مثل وولتر ضد کریستیانیتی و ضد مسیح و ضد مسیحیت به خاطر پرونده تاریک و سیاه اونها در قرون وسطا. ما امروز داریم هم قرون وسطا رو تکرار میکنیم. یعنی اگر ما بینش و آینده نگری داشتیم قبل از برپای چنین حکومتی و دستاورد چنین حکومتی، آقایونی که از دانشگاه به مسجد تشریف ببرند، خودم را در شامل شهال خود بنده میشم، متوجه باشن مسئولیت بسیار سنگینی به عهده است. بنابراین از عوام فریبی باید دور بیستن و واقعیت ها رو مورد توجه قرار بدن. علی حال در دوران خلافت ابوبکر، عمر، عثمان، علی برگردیم می نگاهی بکنیم، اینو واقعا از نظر خیلی ها در رویاه خلافت بنی چیز این چهار نفر خلفای راشدین سرمشق، در حالی که چنین نبوده. ما در تاریخ اسلام نگاه میکنیم ببینیم که بابا خلیفه مسلمانانه، یعنی جانشین پیغمبره، اما همین جانشین پیغمبر بیرحمانه ترین رفتار و
نسبت حتی به خانواده پیغمبر نشون میده. شما در تاریخ تشیع نگاه کنیم، ببینید رفتار یزید ابن معاویه پسر معاویه با نوه پیغمبر اسلام چه بوده و فاجعه است. یا در تاریخ بخونیم عملکرد حجاج ابن یوسف، این همه کشتار و زندانی کردن ایرانیان در خراسان بزرگ. تاریخ رو بخونیم، متاسفانه ما حافظه تاریخی نداریم. در هیچ جایی از تاریخ حکومت‌های مذهبی، چه حکومت کریستیانیتی چه حکومت اسلامی، چه حتی من حتی تصور می‌کنم که حکومت پادشاهان یهود در زمان نمی‌دونم داوود و سلیمان هم، اونا بیشتر بحث‌ها و گفتگوهای به اصطلاح سینه به سینه اسطوره‌سازی است. هیچ حکومتی در جهان در پناه قوانینی به نام خدا به بشر آزادی و آرامش نزده. اینجا به معنای این نیست که من خدایی نکرده یا تصور بپرد بنده ضد دین هستم یا ضد مذهبم، نه. مسئله اداره امور جامعه با مسئله اخلاقیات و باورهای دینی، این با هم نباید مخلوط بشه. مخلوط شدن این دو در حقیقت مثل اینکه شکر و نمک رو شما مخلوط کنید. شکر در جای خودش باید مصرف بشه و نمک هم در جای خودش، ولی اگر با هم مخلوط کردید، در مخلوط بودن این دو عنصر یک چیز بسیار بدمزه‌ای به وجود میاد. مسئله مذهب برای خودش در یک جامعه دموکراتیک، در یک حکومت دموکراسی مثل خود این آمریکا تقریبا، برای ممکن دموکراسی 100% هم نه، ولی دموکراسی نسبی که هست، هیچ وقت کسی مزاحم رفتن به کلیسای کسی، رفتن به مسجد کسی، عبادت کردن کسی یا عبادت نکردن کسی، یا معتقد نبودن و یا معتقد بودن کسی مزاحمتی براش ایجاد نمیشه. منتها به مذهبیون اجازه دخالت در قانون اساسی جامعه داده نمیشه. نه، حدود اختیاراتشون مشخصه. و قانون اساسی این جامعه کوشش میکنه ضامن به اصطلاح عدالت اجتماعی تا اون جایی که امکان داره باشه. در این جامعه برای خودش عدالت اجتماعی رو میخواد، برای خودش دموکراسی رو میخواد، اما عملکردش در کشورهای خاورمیانه بسیار ظالمانه و مخدوش و متضاد و در حقیقت بحران انگیزه. ما باید به طرف اول استقلال بریم تا اونجایی که میگن دو نیرو در جامعه ما میبایستی مورد حفاظت و پروتکشن قرار بگیره. یکی نیروهای فکری و عقلی و خردگرایانه نسل ایرانی آزاد باشه برای اندیشیدن، و موجبات تعلیم و تربیت بچه ها طوری فراهم بشه که واقعا موفق باشن. نمونه های بارزی از استعدادهای ایرانیان رو در خارج می‌بینیم، در دانشگاه‌ها، در مؤسسات فضایی. ایرانی دارای استعداده. یکی از منابع بسیار مهم حفظ استعدادها و پرورش این استعدادهاست، دور از همه مسائل دینی، دور از همه مسائل سیاسی. یک. دوم، زیرزمینی‌ها و منابع ما می‌بایستی به تاراج نره. بنابراین حکومتی که منشأ درآمدش فقط به فروش به اصطلاح منابع زیرزمینی است، این کشورها به قهقرا خواهند رفت و آینده درستی در انتظارشون نخواهد بود. این دو توصیه به عنوان فردی که دلش به حال جامعه میسوزه. اما من مدعی نیستم که در اون درجه از آگاهی و نالج باشم که بگم بعد از این حکومت چی؟ حداقل میتونیم بگیم که چه چیزی میخواییم. حالا گروهی میان مسئله دموکراسی و سکولار رو مطرح میکنن، در حالی که اگر دموکراسی به معنای واقعی باشه، سکولاریسم در بطن دموکراسی وجود داره. من معتقد نیستم که اصلا حکومت مذهبی با دموکراسی تطابق بشه داد یا وقت باید، برای که
تمام حکومت‌های مذهبی ضد دموکراسی است. حالا اگر که آدم‌های غلط اندیشی کوشش می‌کنند با نمی‌دونم پشت هم‌اندازی‌ها نشون بدن که نه فقط در اروپا روشن فکرانش ضد مذهب بودن و یا غیر مذهبی بودن و روشن فکران جهان اسلام و روشن فکران ملت مسلمان یا روشن فکران ملت خاورمیانه روشن فکران نمیدونم ملل اسلامی اینا حتما باید مذهبی باشن طبق گفتار این آقا، در حالی که اگر ایشون امروز زنده بود و مسلمان کارنامه های این حکومت میدید اون وقت متوجه میشد که فرقی نمیکنه حکومت های مذهبی در هر جای دنیا هر مذهبی در حقیقت مخروط شدن با اوضاع مسائل اجتماعی مسائل اقتصادی مسائل سیاسی مقوله هاش و مطلبش با مسائل دینی فاصله داره. این در ارتباط با اخلاقیات و باورهای جامعه صحبت بکنیم. شما در تمام قرآن ممکنه اشاره کردی که خداوند به عدالت اجتماعی امر میکنه، اما در جامعه چگونه میشه عدالت رو به وجود آورد در زمینه اقتصاد، در زمینه معیشت؟ اون کار متخصصان اقتصاده. در زمینه مسائل سیاسی اون کار و وظیفه افرادی است که در زمینه مسائل سیاسی کار کردن، مطالعه کردن. بنابراین یکی از اشتباهات بزرگ در آغاز انقلاب اسلامی بود که فکر کردن هر کسی فقط مسلمانه یا معتقده این کارایی کامل داره برای انجام اموری و گرفتن مسئولیت هر کاری و نتیجهش دیدیم که به کجا انجامید. علی حال نکته که من باید در این برنامه یه خورده توضیح بدم لازم هست در چیز به تقریباً پایان برنامه نمونده. یکی از خانم‌ها روی تلفن بنده یا چیز فیسبوک بنده ایراد به من گرفته بود که تو آزادزاده سابق نیستی و شما دارید نمیدونم داری میری به طرف قرآن و داری میری به طرف مذهب و نه دوست عزیز، من معتقد هستم که مذهب گریزی و توهین به باورهای مردم، حمله به باورهای مردم، مخدوش کردن باورهای مردم در ایجاد در اصلاح جامعه و در ایجاد آشتی بین روشن فکر و جامعه به اصطلاح تأثیری منفی خواهد داشت. روشنفکر باید جامعهش رو بشناسه. بارها گفتم اگر نمیخواد، نمیگم به دنبال خرافات جامعه بیفته، ولی در حقیقت در ارتباط با دفاع از حقوق جامعه باید در کنار جامعه باشه. بدون شک اشتباهاتی که در گذشته انجام شد، پولهایی که خرج شد به جایی که خرج دهات و آبادی های سیستان و بلوچستان و کردستان انجام بشه، اینا هنوز در مرحله ابتدایی دارن زندگی میکنن، مخارجی شد که در حقیقت موجبات اعتراض عده‌ای از روشن فکران رو فراهم کرد و این اشتباهات با طراحی های بیگانگان انجام شد. الان نمیخوام وارد جزئیات بشم که کدام کشور و کدام شخص به خصوصی مأموریت پیدا کرد که وقتی دیدن از پول نفت یک مقدار وضع ایران داره بالا میره به جایی که طراحی های عمرانی بالا بردن ادوکیشن در جامعه وضع بهداشت اینو برنامه ها رو پیشنهاد بکنن، اومدن برنامه های تشریفاتی رو مطرح کردن که مورد اعتراض عده‌ای از روشنفکران قرار گیره و نتیجه اون بدبینی ها این بود که مردم رو با آمادر خمینی به کوچه و خیابان رفت کشون. ولی ناگفته نماند من در همون زمان که در هیوستن تگزاس همین آقای ابراهیم یزدی صندوقی گذاشته بودن که رای بدن که بعد از شاه شنو حکومتی، من نوشتم حکومت جمهوری دموکراتیک ایران،
چون من میدونستم با مذهبی شدن ایران به کجا خواهیم رفت، چون با مذهب آشنا بودم و با حکومت‌های مذهبی همچنین. علی حال شما بخش هایی از این صحبت آقای علی شریعتی رو من برای شما پخش کردم. من تمام سخنرانی هاشو در آرشیو نگهداری کردم، اگر لازم باشه اونجایی که اشتباهات فاحش کرده و در حقیقت یک ارزشیابی غلط کرده و یک پیشنهادات غلطی داده و یا خودش در زمینه فلسفه و جامعه شناسی و حقوق سیاسی و حقوق مدنی و خیلی مسائل مختلف در حقیقت به عنوان یک کاردان در حقیقت افکار جامعه رو به انحراف کشونده و موجب شد که اون حکومت و موجب شد که اون جامعه در اون حد به این حد برسه و تا چه اندازه در حقیقت باعث سقوط بشه. حالا یه عده معتقد هستن که شاید آمدن خمینی و حکومت مذهبی مجالی برای جامعه ایران و ملت ایران و تجربه برای جوانان فراهم شد که از این به بعد حداقل متوجه بشن که در آینده ایران تا چه اندازه مسئله دموکراسی، مسئله آزادی اندیشه و سکولاریسم حائز اهمیت. بنابراین من بر این باورم که میتونیم به باورهای مردم احترام بذاریم، اما باورهای مردم و اعتقادات مردم بدونی که مورد اهانت قرار بگیره ما برگردیم در حقیقت به مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی رو با متخصصان در جون بذاریم و این دو مسئله رو مخلوط نکنیم. شاید این دیدگاه منه، شاید بندم اشتباه میکنم، ولی حداقل من جز معدود افرادی بودم که 40 سال قبل اساساً دادن حکومت و قدرت به یک نفر زیر هر نامی، ولایت فقیه یا مجتهد یا نمیدونم فرد سالاری رو مقایر میدونستم با سکولاریسم، مقایر میدونستم با اصول آزادی اندیشه. امیدوار هستم که در ضمن برنامه هایی که با شما خواهم داشت بسیاری از نکات رو روشن کنیم و من از تجارب شخصی خودم تا اونجایی که امکان داشته باشه بدون اینکه ترس و واهمه‌ای داشته باشم شجاعانه آنچه که به ذهنم میاد، من اعتقادی هم ندارم، مدعی هم نیستم که آنچه که بنده میگم 100% صحیحه، دیدگاه خودم رو صمیمانه مطرح میکنم. یکی از اشکالاتی که ما با بینندگان داریم، اغلب بینندگان یا ناآگاه و بی‌سواد و پرخاشگرن که آدم جرأت نمیکنه بیاد چون روی آنتن. اونهایی هم که آگاهی دارن میترسن، میگه آقای دکتر ما میخوام بریم ایران یا مثلا ما برامون مشکل ایجاد میشه، خانوادهمون اذیت میکنن، و شما میتونید بدون که اسم ما رو بیارید این نظر مطرح کنید. خب این هم به نظر من یک نوع برخورد بزدلانه است به مسائل اجتماعی. اگر به راستی ما عیبی در جامعه ببینیم یا دیدگاه و نظریات خاصی در اصلاح جامعه داریم، میتونیم مرد و مردانه با جامعه در میان بذاریم. من به پایان برنامه رسیدم، امیدوارم که در آینده با دعوت کردن از مهمانان آگاهمون مسائل مورد بررسی قرار بدیم. نه بنده مذهبی نیستم، اما به باورهای مردم توهین نمی کنم، به باورهای مردم احترام میذارم. در باورهای مردم و اعتقادات مردم مسائلی هست، حقایقی هست که بدون اینکه بخوام دچار خشم سیاسی بشیم باید با اونها روبرو بشیم. روز و روزگارتون خوش، تا برنامه دیگر. به نام ایران و ایرانی.